درود بر شما، به کانال شب رو خوش اومدین. برای حفظ حریم شخصی از اسامی غیر واقعی استفاده شده. این یه داستان واقعی است. قضاوتم با خود شماست. ممنون میشم که زحمت لایک کردن و سابسکرایب و کامنت گذاشتن رو شما بکشید و تا پایان این داستان با من همراه باشید. سلام، من افسونم و داستان واقعی زندگیمو اینجا با شما به اشتراک میذارم. داستانم یکم طولانیه، اما صبر داشته باشین و خواهش میکنم که درست قضاوتم کنی. در قسمت ششم داستان افسون تا اینجا پیش رفتیم که حامد شب که پدر و مادر افسون برای مراسم عموش به شهر دیگه ای رفتن، شب بالششو برداشت و به اتاق افسون اومد. و اما ادامه داستان. وقتی رسیدم بساط قلیون و مشروب رو به پا کردیم. حامد کنارم نشسته بود و یک کم که گذشت منو کشون توی بغلش و شروع کرد به نوازش کردنم. بوسیدم و کم کم کارمون به تخت خواب کشید و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. البته هر دوتامون می دونستیم که داریم چه کار میکنیم و حامد با خیال راحت به من دست زد، چون می دونست که دختر نیستم و تا نزدیک 8 شب پیش هم بودیم. بعدم رفتیم پیش افسانه. اون دو روز و من با حامد رابطه داشتم و 2 ماهی از این ماجرا گذشت. بین من و حامد بازم رابطه اتفاق افتاد، ولی خیلی مراقبت میکردم که حامله نشم. خود حامد از من بدتر بود، اما آخرین باری که با هم بودیم نفهمیدم چی شد که اون ما پریود نشدم و وقتی هم آزمایش دادم جواب آزمایشم مثبت بود. تا از آزمایشگاه اومدم بیرون به حامد زنگ زدم و جریانو بهش گفتم. باورش نمیشد، فکر میکرد شوخی میکنم. وقتی که جواب آزمایشو براش فرستادم از عصبانیت به خودش فوش میداد. گفتم فکر چاره باش، آبروی جفتمون میره. گفت هر جور که شده باید بندازیشو، دنبال یه جا بود برای سر. اون شب خبری ازش نشد. فردا صبح زود بهم استاد و گفت نمیخواد بری سر کار، میام دنبالت. گفتم باشه و با منشی کارگاه هماهنگ کردم. سر ساعتی که همیشه میرفتم از خونه زدم بیرون. حامد سر کوچه منتظرم بود و برعکس همیشه خیلی جولی پولی بود. معلوم بود که شب خوبی نداشته. گفتم چته؟ با ناراحتی گفت که از دیروز اعصابم ریخته به هم. وقتی هم رفتم خونه افسانه به هم گیر داد که بریم بیرون. سر همین موضوع باهاش جر و بحثم شد. گفتم تو زندگی مشترک پیش میاد دیگه. حامد گفت برای اولین بار دستم روی زن بلند شد، کتک زدم. باورم نمیشد. گفتم افسانه رو زدی؟ گفت خیلی عصبی بودم، اونم اصلا مراعات حال منو نمیکنه. هیچی نگفتم، اما واقعا ناراحت شدم و خودم و مقصر کودک خوردن افسانه میدونستم. حامد تقریبا رفت سمت پایین شهر و وارد یک مطب قدیمی شدیم که توی آپارتمان چند طبقه بود. دکتری که حامد پیدا کرده بود آشنایی یکی از دوستاش بود. یه زن میان سال درشت هیکل که با دیدن من گفت چند ماهته؟ گفتم دقیقا نمیدونم. وقتی فهمید اولین بار داریمه گفت 2 تا شیاف و 1 قرص و آمپول بهت میدم، همینجا استفاده میکنی و بعد از چند ساعت خونریزی پیدا میکنی و بچه سق میشه. ظاهرا که خیلی ساده بود. منم با خوشحالی گفتم باشه، قبول کردم، چون همیشه یه دید دیگه نسبت به سق داشتم و این روش خیلی برام آسون بود. خلاصه اینکه 2 تا آمپول رو برام زد و 2 تا شیاف هم بهم داد که از طریق واژن باید استفاده می‌کردم و به فاصله 1-2 ساعت. با حامد از مطب اومدیم بیرون و حامد منو برد باقی یکی از دوستاش که از قبل کلیدشو گرفته بود. چند ساعتی گذشت اما هیچ علائم سقطی نداشتم، به غیر از یک کمردرد خفیف. حامد به دکتر زنگ زد و گفت که من هیچ علائمی ندارم. اونم گفته بود که دوباره بیارش و منم باز با حامد راهی مطبش شدیم. این دفعه 2 تا آمپول رو با هم قاطی کرد و برام تزریق کرد. گفت 1 ساعتی صبر کن. بعد از 1 ساعت دوباره 1 شیاف بهم داد. کم کم داشت دردم شروع می شد. گفت برو خونه و هر وقت که احساس کردی درد داری برو دستشویی و زور بزن تا بچه سقط بشه. توی راه برگشت دردم به اوج خودش رسیده بود. ناله می کردم.
حامده منو سری رسوند باغ و رفت برام آب میوه و غذا بگیره که بعد از سیر خودم رو تقویت کنم. هرچی که میگذشت دردم بیشتر میشد، طوری که فکر میکردم هر لحظه ممکنه نفسم بند بره و نتونم نفس بکشم. روی تخت از درد به خودم میپیچیدم که احساس کردم زیرم خیس شده. با هر بدبختی بود بلند شدم و رفتم دستشویی. یه لحظه کف دستشویی رو نگاه کردم و دیدم که پر از خونه و دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی چشامو باز کردم احساس سرمای عجیبی داشتم. نور چشامو اذیت میکرد. نمیتونستم تکون بخورم. نمیدونم چقدر گذشته بود که باز چشامو تونستم کامل باز کنم. کلی دستگاه به هم وصل بود و اون لحظه تازه فهمیدم بیمارستانم. پرستار که متوجه به هوش اومدنم شده بود اومد بالای سرم و گفت خوبی؟ به زور جوابشو دادم. به همکاراش گفت که به دکتر فلانی اطلاع بدین که مریض تخت پنج به هوش اومده. دکتر بعد از اینکه شرایطم چک کرد گفت با خودت چه کار کردی؟ 2 روز بیهوشی. میدونی خانوادت چقدر نگرانت بودن؟ هیچ جوابی نداشتم که بدم. از حرفای دکتر فهمیدم که خانوادم میدونن سقط داشتم و به خاطر خونریزی زیاد بیهوش شدم. اون لحظه دلم میخواست برای همیشه چشام بسته میموند و هیچ وقت به هوش نمیومدم. خلاصه من اون شب تو بخش مراقبت های ویژه بودم. پردو بردنم توی بخش. اصلا دوست نداشتم کسی رو ببینم. اما از بیمارستان به خانوادم اطلاع داده بودن و پدر و مادرم اومدن دیدنم. روم نمیشد تو چشاشون نگاه کنم. هرچند که پدرم کلامی با هم حرف نزد و فقط چند دقیقه نگام کرد و رفت. مامانم هم بعد از کلی گریه کردن و فحش دادن وقتی آروم شد گفت کیم بلا رو به سرت آورده؟ به سقف نگاه میکردم. هیچی نمیگفتم. همون موقع افسانه و حامدم اومدن. توی اون جمع فقط از دیدن حامد خوشحال شدم. اونم جلوی بقیه خیلی جدی رفتار میکرد. اون روز هر چقدر مادرم و افسانه خواستم بفهمن که چی شده من حرفی نزدم و سردرد و حال خرابم و بهونه کردم و چیزی نگفتم. مادرم میخواست به عنوان همراه بمونه اما باز قبول نکردم. موقع خداحافظی حامد جور که کسی نفهمه گوشیمو گذاشت زیر بالشم. یه ساعتی گذشته بود که حامد به هم زنگ زد و گفتم بهش که چرا به خانوادم گفتی؟ من الان چی باید بهشون بگم؟ حامد گفت که وقتی که من اومدم باغ جنابالی توی دستشویی غرق خون افتاده بودی. اولش فکر کردم مردی، به زور نفس میکشیدی. با بدبختی رسوندمت بیمارستان، چاره ای نداشتم. گفتم چی بهشون گفتی؟ گفت من وقتی تو رو رسوندم به افسانه زنگ زدم و گفتم که تو به هم زنگ زدی و ازم کمک خواستی. آدرس یه پارک رو دادی و وقتی رسیدم حالت خیلی بد بوده و تو رو از حال رفتی. حامد خیلی راحت خودش رو کشیده بود کنار و برای خانوادم اونقدر قشنگ نقش بازی کرده بود که اونا فکر کردن حامد منو نجات داده. از دستش خیلی ناراحت بودم. شروع کردم گله کردن و گفتم که منو خراب کردی، حالا باید چه کار کنم؟ حامدم گفت توقع نداشتی که واقعیت رو بگم. یه چیزی سرهم کن، تا یه مدتی بهت گیر میدن و بعدش هم همه چی عادی میشه. وقتی از بیمارستان مرخص شدم بابام دیگه نذاشت سر کار برم و خیلی رفتارش با هم بد شده بود. مامانم هم خیلی پیگیری میکرد که بفهمه کی این بلا رو سرم آورده. اما من یه محمد خیالی رو براش ساختم و گفتم که هیچ نشونی ازش ندارم. 3 ماه از این ماجرا گذشته بود که من حبس بودم و تو خونه رفتار و پدر و مادرم با هم یکم بهتر شده بود. مادرم خیلی اصرار داشت که برم ترمیم بکارم و به اولین خواستگارم جواب مثبت بدم و برم سر خونه زندگی. اما من داغون تر از این حرفا بودم. کلن انگیزم رو از دست داده بودم و اگر دلگرمی حامد نبود حتما خودکشی میکردم. تو این مدت من فقط به حامد از تلفن خونه زنگ میزدم. گوشی نداشتم. پدرم گوشی و سیمکارتم رو شکسته بود. نزدیک تولدم بود. هر سال با دوستام جشن میگرفتم. اما اون سال به خاطر اتفاقی که افتاده بود نمیتونستم از خونه برم بیرون. تو اتاقم فیلم میدیدم که صدای زنگ خونه اومد. فکر کردم همسایه است. اما بعد از چند دقیقه
دوستان، ادامه داستان زندگی افسون رو پس فردا رأس ساعت 7 صبح از کانال شب رو بشنوید. همراهان عزیز، چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید.